الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بار دیگر در روز دیگر از روزهای مبارک ماه رمضان و نزدیکی های غروب خورشید نزدیکی های وقت افطار کردن با شما بینندگان عزیز هستیم و سخنانی صحبت نصیحتای برادرانه دوستانه با یکدیگر خواهیم داشت همه ما بینندگان عزیز می خواهیم از این ماه عظیم کمال استفاده را ببریم و توشه آخرت خودمان را پربارتر سازیم قبل از اینکه از ما فقط نامی به جای بماند و یادی از ما به جای بماند در این اوقات که الله سبحانه و تعالی این فرصت را به ما داده اند که عمل انجام بدهیم در راه دست یافتن به رضایت خشنودی ایشان این فرصت را غنیمت بشماریم و با به جای آوردن اعمال حسنه بیشتری توشه آخرت خودمان را نیکی های خودمان را بیشتر و بیشتر سازیم یکی دیگر از عباداتی که در این ماه مبارک علاوه بر روزه گرفتن به پربار شدن توشه آخرت ما کمک شایانی می کند عبادت دوست داشتنی و عزیز نماز تراویه هست عبادتی که همان را به جای می آورند بچه کوچک آن را به جای می آورد و انسان کوهنسال نیز آن را به جای می آورد همه دوست دارند که نماز تراویح بخوانند هنگامی که وقت نماز تراویح هست در مسجد اگر دیر کردی جایی برای شما نخواهد بود بایستی در خارج از مسجد نماز بخوانید. این عبادت عزیز این عبادت شیرین این عبادت گرامی چرا گرامی نباشد چرا عزیز نباشد چرا شیرین نباشد در حالی که انسان هنگام به جای آوردن آن کلام الله سبحانه تعالی را می شنود امام کلام الله سبحانه تعالی را تلاوت می کند به همین خاطر شیرین است گرامی است و در اسنای آن انسان برای آن کسی که خالق جهان هستی است دنیا را آفریده است کون را آفریده است تعظیم می کند و پس از آن به سجده می رود. و در اسنای سجده هر دعایی که دارد هر راز و نیازی که دارد با این خالق هستی به جای می آورد و خواسته های خود را با او در میان می گذارد نماز عبادت است بسیار عظیم آری نماز تراویح یکی دیگر از اعمال نیکویی است که در این ماه کمک می کند به زیاد شدن حسنات ما در فردای قیامت در این رابطه حدیثی ما داریم که در این حدیث گفته می شود کان رسول الله صلی الله علیه و سلم فی قیام رمضان من غیر ان یأمرهم فی رسول الله صلی الله علیه و سلم ترغیب میکردند مسلمانان را تشویق میکردند مسلمانان را به خواندن نماز شب در ماه مبارک رمضان که همان نماز تراوی هست بدون اینکه آنها را امر کنند یعنی واجب نیست فرض نیست خوانده نماز تراوی فرض نیست واجب نیست مانند نماز های پنج وقت نماز صبح و نماز ظهر و نماز عصر و مغرب و عشا نه خواندن نماز تراوی امر نیست رسول الله صلی الله علیه و تشویق میکردند تشویق میکردن و ترغیب میکردن مسلمان ها در خواندن این نماز و میفرمودند و یقول من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بح. چه ثواب عظیمی چه اجر عظیمی اینکه هر کس شب های رمضان را با ایمان و با ایمان اینکه این از جانب الله سبحانه و تعالی است این عبادت و با آرزوی دست یافتن به اجر و ثواب نماز بخواند گناهان او آمرزیده می شوند رحمت الله سبحانه و تعالی را ببینید رحمت الله سبحانه و مهربانی ایشان را ببینید نماز می در ماه مارک رمضان گناهان انسان آمرزیده می شوند گناهان انسان پاک می شوند ببینیم رحمت الله سبحانه و تعالی را عظمت ایشان را پس نماز تراویح نمازی بسیار عظیم اجر بسیار عظیم دارد اجر بسیار والا و گرامی دارد اما در رابطه با نماز تراوی نکاتی است که بایستی با آنها توجه کنیم توجه داشته باشیم نماز تراوی نیز ای برادر عزیز ای خواهر گرامی مانند تمام نمازهای دیگر مانند تمام نمازهای دیگر ما بایستی آن را با خشوع و با تعمل و تدبر بخوانیم مانند هر نماز دیگری زشت است انسان در بارگاه الهی قرار بگیرد و نماز را سریع 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 بخواند انسان هنگامی که در, در کنار یک وزیر یا یک رئیس شرکت یک می محترمانه با تأمل و تدبر صحبت می کند این نماز است ما در برابر خالق هستی استادیم با ایشان راز نیاز می کنیم سریع سریع نماز بخوانیم رکوع سجود قراءت سریع خواندن فاتحه با یک نفس این درست نیست این معدبانه نیست این درست نیست باعثی نماز تراویح نیز مانند سایر نمازهای دیگر با تعمل و تدبر خوانده شود. حالا اگر کسی نمیخواد نماز راوی را طولانی بخواند مثلا در هر شب یک جز را ختم کند مسئله ای نیست اما نماز را سریع نخواند میشود نماز را کوتاه خواند تفاوتی است تفاوتی است بسیار بزرگ بین سریع خواندن نماز و کوتاه کوتاه خواندن نماز نه میخواهید نماز را کوتاه بخوانید اگر کار دارید بایستی بعد از نماز بروید سر کار یا کاری دارید که باز حتما آن را انجام بدهید نماز را کوتاه بخوانید با تأمل و تدبر اما کوتاه سوره های کوتاه بخوانید اما در نماز خود خاشع باشید فروتن باشید سریع سریع نماز را نخوانید گفتیم که تفاوت از بین سری خواندن سری خواندن مقبول نیست اما اگر شما کاری داشتید می توانید نماز را آهسته نماز را کوتاه بخوانید اما بهتر این است که انسان در ماه مبارک رمضان نماز های تراویح را طولانی بخواند و با تأمل و تدبر اما عجله کردن در خواندن نماز تراویح سریع خواندن آن که آن را به سری به پایان برساند این درست نیست این درست نیست و بایستی از آن بپرهیزیم برخی از اوقات می‌بینیم همون گونه گفتیم برخی از ائمه الله سبحانه و تعالی ما و آنها را هدایت کنند سوره سوره فاتحه را در یک نفس می‌خواند این چه انسان چه چی چیزی از این مسئله میتوند در کند چه استفاده ببرد از چه خشویی در این نماز خواهد بود چه تأمل و تدبری در این آیات خواهد بود هیچ این یک مسئله مسئله دیگری که با بان توجه داشته باشیم ای برادر عزیز خواهر گرامی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما را ارشاد کردند و فرمودند هر کس که نماز تراویح را از ابتدا تا سلام دادن امام به پایان رساندن امام با امام همراه باشد قیام لیل کاملی برای او نوشته خواهد شد در صحیفه اعمال او قیام لیل کامل گویا که تمام شب را شب زندگی کرده و نماز میخوانده است اگر در ابتدا تا انتهای نماز امام با او باشد در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام لیله هر کس تا پایان نماز امام با او همراه باشد اجر و پاداش نماز شب را خواهد برد پس بهتر است که ما از ابتدای نماز نماز تراوی تا انتهای آن با امام باشیم چون برخی از ما ممکن است این تفکر را داشته باشیم که در اسنای نماز بگیم خب ما نماز را ترک میکنیم یا سرکت اخیر را نمیخوانیم میریم بعدا در انتهای شب میخوانیم که وقت است، درست آن وقت مبارک است اما اگر ما این کار را کردیم این اجساب را از دست میدهیم بهتر این است که انسان با امام باشد تا آخر نماز وتر پس از آن اگر شب بیدار شد خواست نماز بخواند مسئله نیست می تواند دو رکعت نماز بخواند یا چهار دو رکعت دو رکعت نماز بخواند به شرطی یک نخواند نماز وتر در پس از که وتر را به جای آورد نمیتواند دیگر تکرار کند اما می تواند نمازهایی به صورت شف بخواند مسئله نیست این اجرانیز برده است این اجرانیز را برده است ما این مسئله توجه داشته باشیم هنگام خواندن نماز تراویح یک اینکه نماز را سریع نخوانیم نماز را با تعمل و تدبر بخوانیم اگر خواستیم می توانیم نماز را کوتاه بخوانیم اما سریع خواندن با اجر خواندن این در شأن نماز انسان مؤمن و مسلمان نیست دو بایستی یا اینکه سعی کنیم سعی کنیم تا پایان نماز امام تا پایان نماز وتر امام با او همراه باشیم که در این صورت قیام لیل کاملی برای ما در صحیفه اعمال ما نوشته خواهد شد وقت برنامه امروز ما در اینجا به پایان میرسد باز ما خود را و شما را ای بینندگان عزیز به این مسئله متذکر می شویم. به جایزه طلایی که قرار است تا چند دقیقه دیگر و چند لحظه دیگر از الله سبحانه و تعالی بگیریم دریافت کنیم دعای مستجاب وقت دعای مستجاب است بنشینیم با تأمل و تدبر دست التماس دست خواهش به سوی الله سبحانه و تعالی دراز کنیم ای رب ما را پدر و مادر ما را زن و فرزندان ما را دوستان و فامیل ما را تمام را تحت رحمته عمرو خود قرار ده وما از جهنم برهان در بهشت برين در پیامبران صدیقین صديقين شهداء وصالحين جاية مانده آمين وآخر دعوانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته